امیدوارم که بتونیم با هم بحث خوبی داشته باشیم و به قول فکر میکنم رفیقم لیلا دانش، من میخوام که از این نشست چیزی ماندگار بمونه. در حقیقت هدفم از این شرکت، از این بحث و همه ما اینه. من میخوام این بحثی که میکنم یه نگاهی انتقادی با هم داشته باشیم به گذشته‌ای که خیلی دور نیست. در حقیقت 23 سال از شکست کشور آلمان شرقی به عنوان کشوری که به اصطلاح خودش رو سوسیالیستی اطلاق میکرد و 40 سال سوسیالیسم در اونجا پیاده شده بود، از طریق آلمان غربی بلعیده شد. و من در ارتباط با همکاری که با حزب چپ آلمان، آلمان واحد داشتم، خیلی با زنای آلمان شرقی سابق در ارتباط بودم و خیلی با اونا صحبت‌های داشتم. آخر هفته سمینارهایی داشتیم، کنگره‌های حزبی بود که من شرکت می‌کردم، برای که من مدت 7 سال سخنگوی حزب چپ در شهر هامبورگ بودم تا پارسال. به خاطر این تجربیاتی که می‌دیدم، فقط تجربیات مکتوب نیست، تجربیاتی هست که زنای آلمانی خودشون، زنای آلمان شرقی سابق هم به من انتقاد دادن. تمرکز، یعنی فوکوس بحثم روی آلمان شرقیه. توی بخشایی هم با آمار مقایسه میکنم با آلمان غربی سابق. هر دوتاش آمارهایی که میارم همه از 23 سال پیش قدیمی ترن، ولی که مقایسه اون زمان این دو کشوره. الان که هر دوتاشون یکی هستن و هر دوتاشون به اصطلاح کشور، یک کشور واحد آلمان و حکومت سرمایه داری دارن. من مدعی نیستم که یک در حقیقت بحث کاملی در این مقایسه که می کنم در حوزه کار خانگی و کار اجتماعی و فرودستی زن از این طریق بحثی که می کنم کامل حتما نیست. آمارایی که می دم هم منابعش رو می تونم دقیق بهتون بگم. بیشتر منابع از خود منابع آلمان شرقی هست، استاتیستیک بوندسامت، یعنی از خود مال خودشونه، یعنی هیچ آمار عجیب غریبی از اون کتابهایی هست که زنای آلمانی، آلمان شرقی خودشون نوشتن. در حقیقت من چیزی که برام خیلی مهمه که ما امروز در ارتباط با اون با هم صحبت کنیم اینه که ما اگر قرار هست به عنوان، نه اینکه قرار هست و واقعا اینجوری هست که ما به عنوان زنان و مردان چپ و کمونیست می‌خوایم تغییری در دنیا به وجود بیاریم، در دنیای اطرافمون، حالا من فکر میکنم حتی تو همین کشورهایی هم که هستیم باید فعال باشیم، ولی فوکوس ما به حال ایرانه و من میخوام ببینم از این چیزایی که اینجا اتفاق افتاده و مثبت بوده و منفی بوده ما چه درسی میگیریم برای پیاده کردنش برای آینده. و در حقیقت مقایسه‌ای که میکنم توی حوزه کار خانگی و کار اجتماعی زن، بیشتر فوکوسش روی سیستم آموزشی آلمان شرقی هست و کارهایی که در حقیقت حزب واحد آلمان شرقی اون موقع انجام میداده و و خیلی زیاد از آلمان غربی نمیگم، برای که آلمان غربی رو همتون میشناسین، برای که همشون مثل همن، اون کسی که در نروژ زندگی میکنه، اون کسی که در سوئد زندگی میکنه، این سیستم سرمایه‌داری رو همه میدونیم. 20 سال پیش هم تا به حال یه خورده وضعیت مردم بدتر شده، فقر بیشتر شده، بهتر نشده، بنابراین زیاد از اونجا صحبت نمی کنم برای که وقتم هم این اجازه رو بهم نمیده. تو بخش آموزشی آلمان شرقی کوتاه اشاره می کنم تفاوتشو با آلمان غربی و چرا مهمه، برای که من خودم تو مدرسه آلمان 7 سال گذشته بازنشسته شدم، کار می کردم و می دونم و کوشش مردم برای اینکه بتونن اون سیستم یک مدرسه واحد برای همه رو میشناسن. خب حالا من به خاطر که وقتم هم کمه مجبورم از روش بخونم و اونجایش که با توضیح بدم که چیز میشه، ممکنه یه ذره این احساس رو برای شما به وجود بیاره که بحثم یه جوری به رفیق موسیمین هم گفتیم پراکنده است، ولی اصلا پراکنده نیست. یعنی در حقیقت من یه سیستمی تو ذهنم ثابت میکنه، حالا صحبت تو ذهنم یه سیستمی هست که شما اونو دنبال میکنین، امیدوارم اینجوری باشه. اوکی، به هر حال همونجوری که گفتم ما میخوایم از این نشست چیزی ماندگار بمونه، بنابراین خیلی رفیقانه با هم بحث میکنیم و
اشکالا رو با هم میبینیم، انتقاد هم میکنیم، ولی با هم دوستانه میمونیم. امیدوارم قبل از جنگ جهانی اول تا سال 1908 در آلمان برای زنان عضویت در تشکیلات سیاسی و حتی در نشست‌های سیاسی ممنوع بود. حزب سوسیال دموکرات آلمان که در حقیقت حزب کمونیست آلمان هم بود، برای حل این مشکل گروه‌هایی به نام انجمن‌های خودآموزی کارگران زن به وجود آورده بود که در ارتباط با حزب کار می‌کردند. با وجود اینکه حزب به ابتکار کلارا زتکین در سال 1895 درخواست حق رأی و عضویت زنان در تشکیلات سیاسی را به مجلس برد، ولی در سال 1918 یعنی 23 سال بعد به تصویب رسید. رفقا من این میگم یه سیستماتیکی توشه، یه ذره از قبل از جنگ جهانی دوم میگم که شما توی اوضاع موقع مجلس و بیشتر قرار بگیرید که کی بوده. مثلا شخصیت های مثل لیبکنشت یا کلارا زتکین اینا در مجلس بودن و کلارا زتکین یکی از مبارزینی کمونیستی بوده که اون بیشترین فعالیت رو در مجلس آلمان بر علیه جنگ میکرد، که نمیخواستن جنگ اول جهانی بذارن به وجود بیاد، که بعدن وقتی که حزب سوسیال دموکرات تسلیم شد و به جنگ رای دادن، کلارا زتکین و روزا لوکزامبورگ و لیبکنشت از حزب خارج شدن، یعنی دیگه عضو حزب نموندن. در این حالت من به خاطر این برام مهم بود که این یه تیکه رو براتون بگم برای اوضاع قبل از اون موقع. حکومت فاشیستی نازی ها بعد از این جریان ها، بعد از جنگ جهانی اول، بعدش جنگ جهانی دوم، از سال 1931 تا 1945 نه تنها حکومت تروریستی شرکت‌های انحصاری و کنسرن‌ها علیه کارگران و زحمتکشان بود، بلکه روابط ارتجاعی و سیاه خانواده دوران فودالی را به جامعه آلمان بازگرداند و زنان را زیر شعار به اصطلاح سیاست برای زنان چیزی بیگانه است از زندگی اجتماعی به داخل خانه فرستاد. آنها دیگر از بخش‌های مهم خدمات اجتماعی و سیاست در بخش‌های مهم خدمات اجتماعی و سیاست اجازه کار نداشتند و حق انتخاب شدن از آنها سلب گردید. مهمه، حق انتخاب شدن رو براشون گذاشتن برای که به رأیشون احتیاج داشتن. زنان فقط اجازه نداشتن انتخاب بشن، ولی اجازه داشتن انتخاب بکنن. یعنی این مهمه که من نوشتم حق انتخاب شدن نداشتن در دوران فاشیسم. آنها دیگر در بخش‌های مهم خدمات اجتماعی و سیاست اجازه کار نداشتن و حق انتخاب شدن از آنان سلب گردید. زن خانه‌دار در نقش مادر تقدس یافت و هدف از تربیت زنان صرفاً ایفای نقش مادری بود. تربیت زنان به معنی جلساتی که می‌ذاشتن زنای فاشیست گرد همایی‌های داشتن، یعنی در حقیقت روی تربیت زنان کار می‌کردن. طولی نکشید که زنان تومه سازمان‌های توده‌ای رژیم فاشیستی هیتلر گشته، به طوری که سازمان زنان نازی به نام NS فراونشافت در سال 1901 بیش از 60 میلیون عضو داشت. 6 میلیون عضو داشت. در سال 1934 شعار این سازمان زنان فاشیستی تنها یک هدف و آن هم بچه بود. در سازمان‌های دیگری مانند اتحاد دختران آلمان اهدافی مثل بالا بردن ارزش مادر و زنان خدمتکاران خلق دنبال می‌شد. فاشیستا با اعطای وام برای ازدواج به زنانی که از شاغل بودن خود صرف نظر کرده و تصمیم به ازدواج داشتن را در دستور خود قرار داد، مبلغ وام بین 600 تا 1000 مارک که معادل با 5 ماه حقوق کارگران در همان زمان بود به عنوان هدیه ازدواج یا وام ازدواج پرداخت می شد. در سال 1933 فاشیستا روز مادر را اعلام کردن. رفقا روز مادر در آلمان غربی همچنان روزی هست که فاشیستا اعلام کردن روز مادر جشن میگیرن. همیشه دومین یک شنبه ماه می در آلمان روز مادره، همون چیزی که هیتلر فاشیستا اعلام. در 20 جوان 1938 زن و مادر جوان و کمونیست مبارز لیزلوت هرمن به عنوان اولین زن اعدام شد. در سال 1943 به کسانی که به زنان برای سقط جنین کمک می‌کردند مجازات اعدام به جرم صدمه زدن به خلق آلمان به اصطلاح در نظر گرفته شد، در حالی که زنان یهودی، زنان خارجی و زنان معلول موظف بودند سقط جنین کنند.
مسئله سقط جنین در آلمان هنوز هم مسئله است و هنوز هم زنان نمیتونن 100% سقط جنین کنن، برای که بدونین تا از نظر تاریخی چه زمانی هست که زنان برای این مبارزه میکنن. تغییر کرده منطقه از بین نرفت. بی حرمتی به زنان زمانی به اوج خود رسید که مراکزی به نام آزمایشگاه زندگی لیبنس لابو برای تولید به اصطلاح انسان پاک آریایی تأسیس شد تا مردان فاشیست با دختران جوانی که از کشورهای دیگر به عنوان غنایم جنگی و یا گرفته بودند آمیزش کرده و تولید مثل نماید. یهودیان، همجنسگرایان و دیگران که حالا خیلی وقت هم گیره نمیتونم بیشتر کنم به کوره های آدم سوزی سپرده می شدن. قابل توجه است که هدف این قانون که حذف این قانون یعنی ممنوعیت سقط جنین به همون فرمی که اینجا بود ابتدا در سال 1953 مجلس آلمان رو تصویب میکنه، یعنی حتی 8 سال بعد از جنگ، یعنی 8 سال هنوز قانونی که فاشیستا آورده بودن همچنان حاکم بود. ناگفته نماند که در دادگاه های آلمان هم سالها تا سالهای 1960 همچنان قاضی های نازی سر کار بودن. با پایان رفتن جنگ دوم جهانی و اشغال آلمان به دست متحدین به حکومت فاشیستی پایان داده شد و با این جنگ با 6.5 میلیون کشته، 2 میلیون معلول جنگی، 11 میلیون انسان‌های سپرده شده به کوره‌های آدمسوزی، 20 میلیون کودک بی‌سرپرست و مردمی که هیچ چیز جز خرابه‌های جنگ نداشتند، بدون مسکن و کار و گرسنه و با فقر دست‌وپنجه نرم کردند، خاتمه یافت. با پایان یافتن جنگ فاشیستی، خانواده فاشیستی هم از هم پاشید و در این زمان صفر زنان بودند که دوباره بر آوارهای به جا مانده جنگ فاشیستی زندگی را بنا کردند. آنان به نام زنان خرابه ها تخومت خواهند به تاریخ پیوستند. کشور آلمان به دو بخش شرق تحت کنترل اتحاد جماهیر شوروی و کنترل غرب و امپریالیست‌های آمریکا، انگلیس و فرانسه به عهده گرفتند که به هر حال از بحث امروز خارجه، بهش دیگه بیشتر اشاره نمی‌کنم. در قانون اساسی جدید آلمان که بعد از جنگ تصویب میشه در سال 1952 به تصویب رسید و در ماده 3 بند 2 برای اولین بار در آلمان برابری زن و مرد به تصویب رسید. جان؟ الان دارم راجع به آلمان غربی صحبت میکنم. من گفتم در قانون اساسی آلمان غربی از روش دارم میخونم، اگه نه به هر حال در آلمان غربی، که البته این ماده با مخالفت حزب دموکرات مسیحی آلمان، همون حزبی که خانم مرکل بهش تعلق داره و خانم مرکل هم صدر اعظم آلمانه، خانم مرکل یکی از فعالین به اصطلاح سازمان جوانان حزب آلمان شرقی که حالا بعدن باش میام سراغش بوده، پدرش کشیش بوده که حالا صدر اعظم آلمانه. اینو میگم به دلیل اینکه صحبت از خانم مرکل هم شد، یه مثالی آوردن و اینا، زیاد ممکنه وقت نداشته باشم. هر کاری که زنا میکنن حتما خوب نیست، چون که زنه به صرف اینکه زنه حتما به نفع مردم کاری نمیکنه، اونم نماینده کنسرن‌های سرمایه‌داری آلمانه. خواستم فقط اینجا چون اسم اونو گفتم اینو گفته باشم. آنها با برابری حقوق سیاسی زن و مرد مخالفتی نداشتند، بلکه مخالفت آنها با برابری زن و مرد در ازدواج، خانواده و وظایف زناشویی بود. رفقا در سال 1984 من خودم جلو تلویزیون می‌دیدم که حزب سبز یکی از زنان حزب سبز یک دونه چیز آورده بود به مجلس، پیشنهادی آورده بود به مجلس، حزب سبز آورده بود، یه خانمی اونو مطرح میکرد که تجاوز در خانواده ممنوع باشه، یعنی زوجین اجازه نداشته باشن به همدیگه تجاوز کنن، که البته تجاوز بیشتر از طرف مرد بزنن. و این توی مجلس آلمان هم مثل اون زمان مجلس فرانسه، چپ ها همیشه این ور میشینن، وسط میانه ها، راستا، این جناح راست زد زیر خنده وقتی تجاوزو گفتن و همهشون سرشون کرد. این خانم هم گفت من مثل که درست انگشت گذاشتم تو زخم شما، یعنی دقیقاً به اون چیزی که اونا حساسیت داشتن. در سال 1984 زیاد زمان طولانی نیست.
قانونی که از دوران فاشیست مانده بود و همچنان شاغل بودن زنان را به اجازه شوهرانشان منوط می‌کرد، در سال 1958 فقط تغییر کرد. در حقیقت می‌خوام یه تصوری داشته باشیم از میزان کار خانگی. 95 میلیارد ساعت در مقابل 60 میلیارد در یک جامعه در یک سال. میزان کار زنان شاغل به طور متوسط 12 تا 16 ساعت کار روزانه است. 50% زنان در آلمان تا 90 ساعت در هفته کار می‌کنند. در خانواده‌هایی که مردان هم در کار خانه شرکت دارند و این می‌دونند و آگاهانه این کار را انجام می‌دهند، زنان 35 ساعت و مردان 19.5 ساعت در هفته در خانه کار می‌کنند. یعنی در حقیقت هر دوتاشون با هم برابر. در سال 1996 در آلمان غربی دستمزد ماهیانه زنان در آلمان غربی 68.2 درصد حقوق مردا بوده. 68.2 و در آلمان شرقی 75.2 درصد از حقوق مردان. الان در آلمان غربی بین 26 تا 30 درصد بستگی به محل کار داره. مال من 26 درصد بود، توی مدرسه کار میکردم. ما جاهای دیگه کارگرها اینا حتما چیزه. برای توضیح تفاوت حقوق زن و مرد دلایل متعددی ارائه می شود. به عنوان نمونه کیفیت پایین کار ناشی از عدم تخصص زنان، ساعت کار کمتر که عدم شب کاری در حقیقت، عدم برخورداری از مزایای کاری. ولی اینا توضیح نمی دن که زنه نمی تونه شب کاری کنه و اینکه بچه‌هاش تو خونه نمی تونه تنها بذاره. مزایای کاری نمیگیره برای که پست‌های بالای جامعه که مزایای کاری داره برای مسافرت و نمیدونم چی، زنه اصلا این پست‌ها رو بهش نمیدن که. اکثرا کارهای نیمه روز انجام میده و چون کار نیمه روز انجام میده مجبور کاری پایین‌تر از تخصص خودش هم بگیره، برای که کارهای کوچیک معمولا به اصطلاح شغل‌های زنانه هستن که به هر حال خودتون میدونید. میزان کار زنان شاغل به طور متوسط 12 تا 16 ساعت است، گفتم. از آنجایی که کار خانگی به عنوان کالا ارائه نمی شود و نمی تواند با کالای دیگر مبادله گردد و مردی که نانآور خانواده تلقی می شود کار انجام شده را خریداری نمی کند چون به مصرف اقتصادی داخل خانواده می رسد، خصلت به اصطلاح طبیعی بودن رو برای این کار قائل می شن. خیلی طبیعی کار خونش انجام می ده دیگه، کی میخواد بهش مزد بده؟ و به همین اعتبار کسی از استثمار زن توسط مرد هم سخنی به میان نمی آورد و زن کار بدون مزد در خانواده را به خود متعلق می داند و از آنجا که از بابت کار انجام شده حقوق دریافت نمی کند و شوهر بایستی تمام مخارج و با تولید و باز تولید خانواده را پرداخت نماید، عملا او با درآمد شوهر، او به درآمد شوهرش وابسته است، یعنی استقلال اقتصادی ندارد. وابستگی اقتصادی زنان به مردان تا زمان سالخوردگی هم ادامه دارد. به زنان به علت کار خانگی، سرپرستی اطفال و غیره پول بازنشستگی تعلق نمی‌گیرد. حق بازنشستگی بر اساس مدت کار و میزان حقوق دریافتی از کار اجتماعی است که غالبا شامل مردان می‌شود و به همین دلیل در جامعه آلمان از سوده زنان در سنین بالا به عنوان وابسته به مرد و فقیر نام برده می‌شود. میگن آرموت ایم آلتر ایس وایبلیش، به اصطلاح فقر در پیری زنان است. الان هم اینجوریه، خیلی هم بدتر شده. این فقط مال اون زمان نیست. او من اصلا حالا تازه صفحه سومم رفیق، صفحه 11 صفحه 3 دقیقه من ادامه میدم. شما هر وقت خستتون شد 10 دقیقه مونده، من 10 دقیقه وقت دارم. برای که ببخشید من الان ادامه میدم برای که وقت نگذره. اوکی من گفتم یعنی بدونی. اوکی من سعی کنم بزنم. سقوط حکومت حزب واحد سوسیالیستی آلمان شرقی در اکتبر 1989 الان میشه 24 سال و فروپاشی دولت به اصطلاح سوسیالیستی و برقراری سیستم اقتصادی بازار به جای اقتصاد با برنامه، یعنی بلعیده شدن آلمان شرقی توسط آلمان غربی، بدون شک تأثیرات بسیار منفی به ویژه برای زنان همراه داشت.
لغو تمام قوانین آلمان شرقی مانند آموزش پرورش، بهداشت و سلامتی و غیره، برقراری سیستم اقتصادی بازار قبل از همه به زنان شاغل آسیب جدی وارد کرد. بیشتر آنان از کار اخراج شدند و برای یافتن کار در آینده یا بهره‌بری از آموزش‌های شغلی کمترین شانسی نداشتند. در ماه مارس 1991 یعنی 2 سال بعد از اتحاد آلمان، در بعضی از نقاط آلمان شرقی 70% بیکاران زنان بودند. مجبورم یه آمار دیگه براتون بخونم برای که اهمیت این آمار رو بدونین که چقدر زیاده. اوکی. در سال 1949 یعنی 45 جنگ تموم شده، در سال 1949 در آلمان شرقی 45% زنان شاغل بودند. در سال 1989 یعنی سالی که اتحاد میشه در دو تا آلمانا، 78.1% زنان در آلمان شرقی شاغلن. با اضافه کردن زنان دانشجو و کارآموز که به زودی شاغل میشن، 91% زنان آلمان شرقی شاغل بودن وقتی آلمان اتحاد کرد. و حالا شما ببینید که در سال 1991 یعنی 2 سال بعد از انقلاب، 71% بیکاران در بخش‌های آلمان شرقی زنان هستن. من میخوام فقط بدونید که چه ستمی بر زنان شد بر اثر این به اصطلاح انقلاب خودشون هم میگن. در این مورد خانم گیزلا هلویگ در کتاب زنان آلمان از 1945 تا 92 می نویسد، نقل قول: با وجود تمام فشارهایی که در آلمان شرقی بر زنان شاغل وارد بود، اما کار بخش مهمی از برنامه زندگی آنها را شامل می شد و از دست دادن کار و همزمان از دست دادن استقلال اقتصادی به معنای ضربه حساس به اعتماد نفس آنها بود. پایان نقل قول. 50% از تمام کارآموزان، شاغلین، دانشجویان و کسانی که موفق به گرفتن دیپلم شده بودند در آلمان شرقی زن بودند. این دیپلم گرفتن خیلی مهمه برای که سیستم آموزش آلمان غربی یه سیستمیه که خیلی آدم‌ها نمیتونن دیپلم بگیرن، برای که فقط پولدارا، بچه‌های پولدار تو مدارسی میتونن برن که به دیپلم خاتمه پیدا میکنه. برای که 3 مدرسه داره، یه مدرسه داره که اکثر بچه‌های خارجی رو میفره، آلمان غربی رو میگم همین الانم، مدرسه داره که بچه‌های خارجی وقتی میان اونجا یه تستشون میکنن، چون زبان بلد نیستن میگن اینا کم استعدادن، ایکوشون پایینه، اینا رو میفرستن تو مدرسه، بعدن میگن این مدرسه استثنائیه. یه مدرسه‌ای دارن که باز حالا میانه هست، اگه بچه‌ها بتونن تون راه پیدا کنن در آینده شاید یه ذره شانس داشته باشن دیپلم بگیرن. ولی یه مدرسه‌ای دارن که بهش میگن گیمنازیوم، توی اون مدرسه اکثرا بچه‌هایی هستن که پدر و مادرشون آکادمیکر هستن، دانشگاه دیدن، وضع مالیشون خوبه، بچه کارگر و فقیر و اینا تو مدرسه نمیتونه بره. به همین دلیل خیلی مهمه که این همه درصد در آلمان شرقی میتونن دیپلم بگیرن، در آلمان غربی اینجوری نه. در ابتدای سالهای من یه بخشی رو می‌ذارم کنار رو فقط. در ابتدای سالهای 1970 قوانینی در آلمان شرقی برای به اصطلاح سبک کردن بار زنان خانه‌دار به تصویب رسید و به مادران حق ویژه‌ای عطا کردند. این گونه اقدامات که ظاهراً سبک کردن کار مادران را شامل می‌شد، خدمتی بود برای حفظ نقش سنتی زن در خانواده. این حقوق به زنان امکان کوتاه کردن ساعات کار خارج از خانه، قبول کارهای جزئی که دستمزدهای پایین‌تر از سطح تخصص اونا رو داشت، انجام کارهای نزدیک به محل زندگی و در بیشتر مواقع از فرصت‌های شغلی و تحصیلی در سطوح بالا به نفع شوهرشون مجبور بودن که کناره‌گیری کنن. راه رسیدن به مقامات بالا به خصوص در بخش‌های سیاست و اقتصاد برای زنان بسته شد. پست‌های مدیریتی، مسئولیت‌های بزرگ به دلیل مشکلات و درگیری‌های احتمالی که زن‌ها دارن و از همراه اینا اصلا بهشون نمیدادن. این سیاست در تضاد بود با آنچه که دستگاه تبلیغاتی آلمان شرقی در ارتباط با برابری زن دائما تبلیغ میکرد. با وجود تفاوت سیستم سیاسی میان دو آلمان، نتیجه ای که در ارتباط با حفظ خانواده و نقش زن و مرد در تقسیم کار خانگی در نهایت کسب میکردن یکسان بود. راههای زن و نقش آنها در پروسه تولید به شکلی برابر با مردان صورت نگرفت، بلکه آنها بیشتر در صدد به اصطلاح سبک کردن مسئولیت‌های خانگی برآمدند. حکومت آلمان غربی،
یعنی نه سوسیالیستی آلمان غربی. ما بین سالهای 1953 تا 62 تمام سعی خود را کرد که ساختار خانواده دست نخورده باقی بماند. به خانواده هایی که فرزندان زیادی داشتند خانواده به اصطلاح درست اطلاق می کردند. مخالفت خود را با کار اجتماعی زنان به دلیل اینکه برای مادران جانشین وجود ندارد توجیه می کردند. در مورد سازماندهی کودکستان و تربیت کودکان در خارج از خانه با اشاره به آلمان شرقی خطر کمونیسم را اختار میکردن. رفقا یکی از قدم های اصلی که در هر جامعه‌ای که میخواد برابری زن و مرد رو جلو ببره و میخواد واقعا یک ذره نیش بزنه به این کار خانگی و این سیستم، مسئله آموزش بچه ها، آموزش اونها و نگهداری اونها خارج از محل زندگی خانواده است. در آلمان شرقی زنی که حامله میشد میدونست از روز تولد بچهش دولت موظفه بهش جا بده در شیرخوارگاه و به اندازه کافی هم آماده کرده بودن. همیشه هر کسی که میخواست میتونست بچهشو ببره. از سن الان ترش میکنم برای که وقتم دیگه زیاد نیست نمیتونم حالا صفر، یعنی از سن صفر تا سه سالگی برای شیرخوارگاه در آلمان غربی اون زمان اصلا چنین چیزی وجود نداشت. در آلمان شرقی برای همه بچه ها جا بود. در کودکستان در آلمان غربی به اضافه جاهایی که تو کودکستان‌های کلیسایی وظیفه دارن مذهب به بچه ها انتقال بدن، فقط 26245 تا جا برای بچه ها اون موقع بوده که این آمارو گرفتن، در حالی که در آلمان شرقی برای تمام کودکان 3 تا 6 ساله تو جای کودکستان بوده و همه بچه ها تو کودکستان داشتن درس میخوندن، بازی میکردن، تعلیم میدن، درس که نمیخونن اون یک سال اولشون، و سرپرستی تمام وقت بچه ها در مدرسه بعد از درس. بچه ها از صبح که میرن مدرسه تا یه ساعتی درس میخونن تا ساعت یک، بعضی موقع تا ساعت چهار، بعضی موقع هم تا ساعت یک و ساعت چهار تا ساعت چهار کارهای دیگه میکنن، ورزش میکنن و اینا، و تمام تکالیف مدرسه شون تو خونه انجام میدن. مادر اصلا کاری نداره یعنی مادر میتونه بده دنبال کارش، دنبال ورزشش، دنبال تفریحش، دنبال شغلش، دنبال هر چی که دوست داره اگه شوهرش اجازه بده. ولی بچه ها دیگه دغدغه بچه ها رو نداره، برای که بچه ها دیگه سرپرستی ندارن. در آلمان غربی اصلا در کودکستان ها میگفتن، اینایی هم که جای داده بودن تو جاهای مترقی بود، میگفتن این خطر کمونیسم داره، بچه ها رو ببری تو کودکستان اینا اتوماتیک کمونیست میشن. البته اگر کمونیست ها برای جای کودکستان برای تعلیم بچه ها کنسپت خوبی داشته باشن، برنامه خوبی داشته باشن و اینا، خیلی میتونن کمک کنن به پیشرفت بچه‌ها که تمام این خرافات و فرهنگی که اینجا رفقا ازش اسم می‌بردن اینا بتونن یه خورده کم رنگ بکنن. به هر حال در آلمان شرقی تحصیلات رایگانه. از روزی که بچه به دنیا میومد تا موقعی که بچه دانشگاهشو تموم کرد همه چی رایگان بود. همه اینا در آلمان شرقی پول بود. الان هم هنوزم همه چی پولیه، انقدر گرونه آلمان غربی. مرسی از کمکتون. بچه‌ها در حقیقت در آلمان غربی خیلی موقع خانواده ها پول ندارن که بچه هاشون بزنن. حزب خانم مرکل امسال از اول آگوست سال گذشته به هر خانواده که بچه شو تو خونه نگه داره برای هر بچه 100 اورو پول میده. میگه بچه تو خونه نگه دار. این خانم دانشمند فیزیکدان، فیزیک که بسیار علمی شنیدیم اون موقع هست، این خانم بچه ها رو میگه که مادراشون تو خونه بمونن و بچه‌شون رو نگه دارن، 100 اورو هم بهشون میدیم، برای بچه دوم هم 150 تا میدیم. خاک تو سر کودکستان اصلا نخواستیم. آره اوکی، من دیگه حالا بخش آموزشی رو نمیگم رفقا، برای که دیگه مثل که وقت هم تموم شده. حالا شما باید بگین که من چیکار کنم. اگر خب بخونم یه ذره میرم جلو، اگه خیلی خستتون شد دستاتون رو بالا کنین من قطع میکنم. اگر موافق باشین حد اکثر تا 10 دقیقه دیگه ادامه بدید. باشه، من نمی‌کنم بعد تموم کنم. بله. نتیجه‌م هم میگم. نتیجه‌م حتما باید بدونم. گفتم همین الان. خب دیگه وقت به چیزای دیگه نمی‌رسه. 10 دقیقه. اوکی، در آلمان شرقی بعد از سال‌ها به این جنبندی رسیدن که فاصله ما بین آنچه که به عنوان برنامه و خط هدایت کننده سیاست در مورد زن تعیین شده بود و نتایج حاصل از آن فاصله چشمگیری وجود دارد و در مواردی هم حتی بدتر از قبل شده است.
این چیزی که خودشونم خودشون بیدن دلیلم میارن، یه سری دلیلم میارن. از جمله بسیاری از مادران و زنان که تمام وقت کار میکردن، که در حقیقت تمام وقت کار کردن یعنی استقلال مالی داشتن، یعنی عدم وابستگی اقتصادی، به کار نیمه وقت روی آوردن و نیز میزان نرخ تولید مثل بسیار پایین آمده است. آلمان شرقی شدیداً با کمبود جمعیت روبرو بود، برای که خیلی از آلمان شرقی ها فرار کرده بودن به غرب و باید می ساختن کشورشونو و خیلی تشویق کرده بودن در ابتدا که زنا بچه بیارن و خیلی هم این کار پیش رفته بود، بعدش پایین اومد. درصد طلاق خیلی زیاد شده بود، این یکی از دلایلم درصد و درصد طلاق هم اینا معتقد هستن که فقط دلیلش این بوده که تو خانواده، که البته این دلیل خیلی مهمیه، تو خانواده زنا و زنا چون هم شاغل بودن هم بچه‌هاشون هم باید می‌دیدن و کار خانوادگی می‌کردن، اکثرا انقدر داغون بودن دیگه هیچ حوصله‌ای برای ملاتفت و عشق و نمی‌دونم این چیزا زیاد نبوده، یعنی وقت اصلا برای این کارا نبوده و زنام هم همیشه استرس داشتن. به هر حال این چیزی که میگم، البته هر سه این نکته دست کم یک دلیل مشترک دارن به نظر من. سازماندهی و تلفیق کار خانه کار اجتماعی مشکلی بود که در اکثر اوقات زنان باعثی به تنهایی از عهده اون برمی‌اومدن. تحقیقاتی که در این مورد تقسیم کار خانگی در مورد زن و مرد انجام گرفته بود به این نتیجه رسیده بودن که همون زمان که همه این امکانات بود 80% کار خانگی رو دوش زنان بوده و حال این نتیجه که خودشون هم کرد. زنان زیر چنین فشارهایی یا ناچار شدن از کار نیمه تمام به کار نیمه وقت رو بیاورن، یا فرزندان کمتری به دنیا بیاورن، یا اصلا از داشتن بچه منصرف شدن، با وجود اینکه بالا رفتن میزان طلاق مطمئناً دلایل زیادتری داشت تا اینکه فقط نداشتن وقت داشت. کمیته مرکزی حزب واحد سوسیالیستی آلمان شرقی به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن 1960، این نقل قول رو میخونم برای که این نتایج رو خوندم براتون، برای که یه ذره بدونی به هر حال سیاست و نتیجه، نقل قول میارم: ما در جمهوری دموکراتیک آلمان به سوی سوسیالیسم به پیش می‌رویم و زن از استثمار و بی‌حقوقی رها گردیده است و راهی زنان یکی از دستاوردهای بزرگ کشور ماست و از این طریق زن آلمان برای اولین بار وطن به معنی تو ایران میگن مام میهن، اینا میگن فاترلند، یعنی کشور پدرشو پیدا کرده. پایان نقل قول. نقل قول بعدی: زن سوسیالیستی نه تنها بایستی شاغل می بود و سهم ارزنده در پیشبرد ابتکارات جامعه را به خود اختصاص می داد، بلکه مسئولیت خصوصی کار خانگی و متنوع و متعادل نگاه داشتن فضای خانواده را هم باید به عهده می گرفت. یعنی حزب در پیام 8 مارسش به زنا میگه که مسئولیت خانوادگی رو به عهده بگیر، فضای خانواده رو تو باید گرم کنی، درست بکنی. بالاخره با وجود اینکه حزب آلمان شرقی در سال 1974 اعلام کرده بود که با بوروکراسی سرمایه‌داری را پشت سر گذاشته و جامعه سوسیالیستی قدم می‌گذاریم، در کنگره حزب همین سال در ارتباط با سیاست حزب در مورد زنان می‌گوید: بغرنجی، نقل قول، بغرنجی به هدف رساندن مسئله رهایی زن قبل از همه در این است که در طول به واقعیت رساندن این هدف نباید هیچ گونه محدودیتی در تکالیف ویژه زن به عنوان مادر برای تولید مثل وارد آید. به اصطلاح کشور سوسیالیستی. بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1945 و تقسیم آلمان در نتیجه ایجاد جمهوری دموکراتیک آلمان، همه چیز به گونه‌ای شروع شد که نوید برپایی جامعه ای را میداد که در آن رهایی زن هم به وقوع خواهد پیوست. اولین قدم برای حقوق زن در قانون اساسی بود که نسبت به آلمان غربی خیلی مترقیانه بود. همانطوری که بزرگان به هر حال پیشروان جنبش مارکسیستی میگویند اهمیت کار خارج از خانه زنان اشاره میکنند، آلمان شرقی هم در برنامه‌ریزی و پیشبرد سیاست‌های آموزش و شاغل بودن و به خصوص آموزش تخصصی زنان و در دستور کار خود قرار داد. این روند که بسیار امیدوار کننده بود شروع شد، ولی از سالهای 1970 به بعد ادامه نیافت. یعنی سیاستی که برای رهایی زن
در جریان بود به سیاستی برای انتباق کار خانگی و کار اجتماعی تغییر کرد. چشم جنبندی میکنم. چند تا آمار خیلی دوست دارم بگم رفقا بهتون. 1955 درصد زنان آلمان شرقی دارای تحصیلات عالی بودند. 5 درصد در سال 1950. در سال 1975 یعنی 25 سال بعد 60 درصد زنان آلمان شرقی تحصیلات عالی دارند. و در سال 1986 به 81.4 درصد میرسه. خب یعنی زنان آلمان شرقی علارغم نابرابری شدیدی که تو خانواده داشتن ولی فشاری که روشون وارد بود ولی امکاناتی داشتن که از اون استفاده میکردن در رأس بیشترین شاغلین دنیا و در رأس بیشترین متخصصین دنیا هم قرار داشتن. ولی بخش عمدهش که به نظر میاد در رابطه با حزب و صحبت کردن رفقا، احزاب، نقش زنان در احزاب، رهبری نایز صحبت، یک چند چیزی بخونم براتون. زنان تقریبا در بخش‌های تعیین کننده سیاست و رهبری حزب اصولا حضور نداشتند، اما در بخش‌های پایین و میانه خیلی فعال بودند. بعد از 40 سال به اصطلاح سوسیالیست که مدعی رای کامل زنان بودند و بیش از 30-40% اعضای حزب زن بودند، هیچ زنی عضو دفتر سیاسی حزب نبود. خانم مارگارت مولر یکی از رفقای عضو اون چیز بود. از سال 1963 تا 89 26 سال در دفتر سیاسی به عنوان ناظر شرکت میکرد و دائما بهش میگفتن رفیق نوبت شما هم خواهد رسید و نوبت این رفیق نرسید برای که آلمان شرقی دیگه. خب حالا یه جمله بخونم که بالاخره کار خانگی تاریخچه تمام جوامع سوسیالیستی، حالا اتحاد جماهیر شوروی، چین یا کمون پاریس که خیلی کوتاه بود، ولی به ما میآموزند که رهایی زن در جامعه سوسیالیستی را نمیتوان از طریق خود یا فرمان به واقعیت رساند. رهایی زن پروسه ای طولانی و انقلابی است که در صورت تغییر تمام جوانب تولید و زندگی انسان امکان پذیر است. حتی زمانی که در جامعه سوسیالیستی شرایط مادی برای اجتماعی کردن کار خانگی آماده باشد، ولی اخلاقیات و آداب و رسوم و تصورات دوران کهنه که در خانواده واقعا با گوشت خونه اونا بافته شده مانع خواهد شد که به این سرعت پیش بره. این آداب و رسوم منشأ باز تولید روابط خانواده می شوند و نابرابری زن و مرد را به جامعه باز می گردانند. فارغ آمدن بر جامعه کهنه، احتیاج به آگاهی دادن دراز مدت، آموزش و تربیت توده مردم، پیاده کردن پرنسیب تقسیم کمونیستی است. از هر کس به حد تواناییش و هر کس به اندازه نیازش. تا زمانی که این پرنسیب به واقعیت مادی تبدیل نشده است، هنوز انواعی از مالکیت خصوصی وجود خواهد داشت و خانواده در حداقلی از واحد اقتصادی عمل خواهد کرد. یعنی از وظایف اصلی در سیستم سوسیالیستی فراهم آوردن شرایط مادی و معنوی است تا نقش خانواده به عنوان واحد اقتصادی قدم به قدم از بین برود، زیرا رهایی واقعی زن با این اقدام مهم به هم پیوند خورده است. مرسی.